به نام خدا. داستان‌های 1001 شب، شب 58. یکی دیگر از شب‌های خوفناک و خونین قصر سلطان شهرباز از راه رسید و سلطان به جلاد امر کرد پشت در تالار استراحتش به انتظار بایستد و با کوچکترین اشاره سر از تن خاتون قصه گو جدا کند. در همین موقع شهرزاد شیرین سخن سلانه سلانه قدم به سرای سلطان گذاشت و بیدرنگ قصه شیرین دیگری را آغاز کرد. در شب 57 گفته شد که امیرزاده هوتن با کمک قاضی متوجه نیرنگ عجوزه جادوگر شد و گزمه های قاضی پیرزن و چولای را دستگیر کردند، ولی حین انتقال آنها به داروغ خانه پیرزن ناپدید شد. قاضی با چولای قرار گذاشت او را آزاد می کند به شرطی که هر زمان پیرزن به سراغش آمد قاضی را خبر کند. از طرف دیگر امیرزاده هوتن به خانه قاضی نقل مکان کرد و قرار شد خیلی زود مقدمات ازدواج هوتن و ختن دختر قاضی شهر را فراهم کنند. ادامه داستان را از زبان شهرزاد می شنویم. و اما ای ملک سپید بختی که گشاینده راه سعادت دیگرانی، در ادامه مطالب دیشب باید به عرض برسانم صبح فردای آن روز همه با هم دست به کار شدند تا مراسم عروسی ختن و امیرزاده تبتی با شکوه برگزار گردند. قاضی تمام دوستان و بزرگان شهر را دعوت کرد، اما از جادوگر پیر و چولای ولگرد غافل نبود و در 3 روز فاصله تا مراسم عقد و عروسی خودش هر روز به بیغوله‌ای که چولای در آنجا زندگی می‌کرد می‌رفت تا بلکه از لابلای صحبت‌های او مطلبی دستگیرش شود. در پایان دریافت تمام آن دسیسه‌ها ناشی از حرص و آز جرثومه جادوگر بوده. چون ماموران خبر آوردند هیچ رد و نشانی از زن جادوگر در شهر و اطراف آن ندیده ایم، قاضی خیالش راحت شد که جادوگر سایه شومش را از سر هوتن و ختن برداشته. ظهر روز آدینه فرا رسید. ختن را به مشاط خانه بردند. جامه زیبای عروسی را همانجا برتنش کردند. اسپند و کندر دود کردند و عودها سوزاندند و عروس آراسته را به خانه پدرش و اتاق عقد کنان بردند. زن مشاطه و شاگردش نیز همراه آنها بودند. زن مشاطه و شاگرد تازه به خدمت در آمدهش مشغول آخرین کارهای آرایشی خود بر چهره ختن شدند. چون کار تمام شد و استاد و شاگرد خواستند از اتاق عقد خارج شوند، شاگرد جدید و تازه به خدمت در آمده به استاد گفت اجازه دهید خال گوشه لب عروس را مشکین تر کنم. زن مشاطه گفت زود باش بجم که هوا بسیار گرم است. شاگرد چون نزدیک ختن رسید به جای آنکه قلم بردارد و خال چهره عروس را مشکین تر نماید، وردی خواند و فوتی به صورت ختن کرد که بلا فاصله عروس تبدیل به سنگ شد. همه دیدند به دنبال زن مشاطه پیرزنی زشت روی از اتاق خارج شد. چون کنیز وفادار هوتن که بیرون در ایستاده بود چشمش بر جرثومه جادوگر افتاد، فریادی کشید و گفت توف بر تو، و آنگاه قش کرد و نقش زمین شد. قاضی فریاد کشان سردسته گزمه های شهر را صدا زد و فرمان داد دروازه های شهر را ببندید و هر کجا او را دیدید به بندش بکشید. در آن موقع مادر ختن بالای سر هوتن که مشت بر سر میکوبید و چون ابر بهار میگریست آمد و فریاد کشید ای امیرزاده لعنتی، کاش پایت میشکست و به خانه ما نمی آمدی. در همین موقع کنیز پیر به هوش آمد و همه چیز را به خاطر آورد و چون بد و بیراه گفتن و نفرین های مادر ختن را شنید چشمانش برقی زد، قد راست کرد و با صدای بلند رو به مادر ختن کرد و گفت خاتون فقط 1 ساعت به من فرصت دهید. آنگاه به قاضی گفت لطفاً به اتفاق 1 مأمور همراه من بیایید. باید خدمت سرور خود عرض کنم این جرثومه فساد یادش رفته که 20 سال پیش شیشه عمرش را به من داد تا برایش نگاه دارم.
او به قدری گرفتار حرص و آز شده که اصلا ماجرای شیشه عمر را فراموش کرده. چون قاضی آهسته پرسید شیشه عمر جادوگر کجاست؟ کنیز پیر گفت در ته سردابه‌ای که در انتهای حیات خانه امیرزاده هوتن قرار دارد. فقط باید خیلی سریع و حساب شده عمل کنی. زیرا به محض اینکه دست به شیشه عمر بزنیم او هر کجا باشد خود را به سرعت برق میرساند. من چون پیرم و دستم میلرزد میترسم نتوانم شیشه را به سرعت از سرداب درآورم و در زیر آسمان و نه در زیر سقف بر زمین بکوبم. بازی ورزیده ترین فرد را از میان گزمه ها انتخاب کرد و هر سه رفتند و داخل سرداب شدند. گزمه ورزیده شیشه را گرفت و دوان دوان به ایوان آمد و در همان هنگام جادوگر از هوا به زمین رسید. و تا خواست فریاد کشیده و بگوید نشکن، گزمه جوان شیشه را بر زمین کوفت و بلا فاصله جرثومه فساد دود شد و به هوا رفت. چون قاضی و کنیز به خانه رسیدند، ختن را همچنان آراسته و پیراسته بر ایوان خانه دیدند. قاضی با شادمانی گفت یاران دل قوی دارید که جادو برداشته شد و شیشه عمر جرثومه فساد شکست. انشاءالله آدینه آینده مجلسی پر جلال تر برپا می کنیم. به این ترتیب میهمانان پراکنده شدند و به خانه های خود رفتند. صبح روز بعد چون قاضی به محل کار خود و داروغ خانه رفت، دو مأمور را به دنبال چولای ولگرد فرستاد و به او گفت پسر دفعه سوم به خیر گذشت که اگر مرتبه چهارم برسد دیگر سر روی تن نخواهی داشت. چولای چون از زندان خلاص شد با خود گفت حالا که جادوگر پیر شیشه عمرش شکست و خودش دود شد، برای من که سقف و سرپناهی ندارم و شبها در بیغوله میخوابم، بهتر اینجا همان اتاقه که دخمه مانند آن جرثومه است. چه بهتر که بروم و اتاقه که او را تصاحب کنم. آنگاه یک راست به سراغ خانه بی صاحب آن جرثومه فساد رفت و کلون در اتاق را شکست و وارد شد. ابتدا به زیر و رو کردن مختصر اساسیه کهنه او و رخت خوابهای پارهش پرداخت که در زیر تشک پوسیده کیسه ای از سکه های زر ناب را پیدا کرد. زیر لب با خود گفت بدبخت بیچاره 100 سکه از هوتن گرفت و 13 عدد آن را خرج سر و وضع و لباس من کرد. باز حداقل غیر از من آن مرد دلاک یکی از آنها را گرفت ولی به خودش هیچ نرسید. مکسی کرد و دوباره زیر لب گفت مرد دلاک و بعد ادامه داد با فکری که در سر دارم این مرد دلاک خیلی به دردم می‌خورد. چولای ولگرد با همان نظر اول که در خانه قاضی و هنگام خواستگاری به ختن انداخت، یک دل نصد دل عاشق ختن شد و اگر حاضر شد در آن توطئه شوم شرکت کند، به خاطر روزی یک سکه نبود. بلکه آنچه او را واداشت تا این همکاری را انجام دهد، عشق ختن و فکر از سر راه برداشتن هوتن و به دست آوردن معشوقه بود که وقتی توسط ماموران دستگیر شد و به زندان افتاد، اول تمام نقشه هایش را نقشه براب دید، اما وقتی شیشه عمر جادوگر شکسته شد و او دود شد و به هوا رفت، شولای با خود گفت حالا که جادوگر طماع به آرزوی خود نرسید، من که نباید دست روی دست بگذارم. و چون خلاص شد دو فکر را در سر خود پرورش داد، اول تصاحب خانه محقر و اتاق گلی جرثومه جادوگر و دوم به دست آوردن ختن با کشتن هوتن. در اینجا بود که سلطان را خواب در رو بود و شهرزاد ناگزیر شد لب فرو بندد و تعریف بقیه ماجرا را برای شب بعد بگذارد. پایان شب 58.